ماجرای رمان فیل در تاریکی اگر بخوام به صورت خلاصه بگم داستان جلال امین مردی میان سال در تهران دهه پنجاه حواست دهه پنجاه که تعمیرگاه داره برادرش که برای تحصیل به آلمان رفته با بنزی پس از سالها به تهران میرسه در این ماشین بدون اینکه دو برادر بدونن مواد مخدر پنهان شده و این اتفاق زندگی این دو نفر رو به کل زیر و رو میکنه رمان چهل سال پیش نوشته شده اما حالا هم وقتی که کتاب و میخونی انقدر جذابه که به سختی میتونی زمین بذاریش دلیل این جذابیت داستان چیه؟ مهمترین دلیلش به نظر من یا نخستین دلیلش اینه که رمان در ژانر پلیسی نوشته شده که یکی از جذابترین گونه های داستانی و سینماییه معلفه های ژانر پلیسی رو رعایت کرده معمای خوبی طراحی کرده معما رو به درستی گسترش داده و بعد گره گشایی کرده از طرفی با اینکه رمان پلیسی نوشته که به حال یک گونه است که از غرب اومده اونو به خوبی بومی کرده با شرایط ایران دهه 50 تطبیق داده ما پس از سالها وقتی درباره این شخصیت ها میخونیم اونها رو کاملا ملموس و زنده احساس میکنیم خودش گفته که ژانر پلیسی رو انتخاب کرده برای اینکه واکنشی بوده به ادبیات مقبول و رایج اون دوره درباره اون ادبیات دهه پنجاه یکم توضیح بده ادبیاتی که او به عنوان مقبول ازش یاد میکنه چند دسته میشد یکی ادبیاتی بود که متاثر بود از رالیسم سوسیالیستی ادبیات متعهدی که با مستقیمگویی به آرمانهای سیاسی و اجتماعی می پرداخت دیگری یک نوع ادبیاتی که متاثر از آوانگاردیسم و جریان رمان نو و سیال ذهن بود و بیشتر به زبان و نوع روایت و تنوع راویها توجه داشت نوع دیگه از ادبیات هم داشتیم که بینابین بود این ادبیات سمبولیستی نمادین بود به دلیل سانسور شدید زمان و مکان رو نادیده می گرفت یا کمرنگ می کرد و از طریق نمادین حرف های سیاسی اجتماعی میزد. برای اینکه با سانسور درگیر نشه کتاب بعد از چهل سال دوباره تجدید چاپ شده اهمیتش در چیه؟ کتاب سال 58 بعد از انقلاب اولین بار چاپ شد اما پیش از اون سال 55 به صورت دنبالدار در نشری رستاخیز جوان منتشر شد نه اون زمان به خاطر نه اون زمان پیش از انقلاب چندان توجهی بهش شد نه بعد از انقلاب هر دوش به دلیل اینکه فضای فضای سیاسی و ایدولوژیکی بود میدونیم که قاشمی نژاد این کتاب رو نوشت و پیشنهاد داد که روایت و داستان قربانی در اون مایه مضمون نشه حالا بعد از چهل سال وقتی این کتاب دوباره چاپ شده به نظر میرسه که در ادبیات ایرانی باید ما با یک تغییر گفتمانی روبرو هستیم حالا انگار از پس چهل سال بعد از اینکه ما اهمیت ادبیات ژانری رو متوجه شدیم و نویسندگان جوانتر دارن تلاش میکنن که ژانر نویسی بکنن و مشخهای اولیهشون رو منتشر میکنن در پرتو این آگاهی جدید از پس دههها ما اهمیت این کتاب رو در میابیم که در زمانه خودش در اون دوره انگار که عنوان پیشبینی برای آینده تلقی می شد بار آخری که رفته بود طالقان پیش پدرش پاییز بود و دید بچه ها در دامنه یک تل خاکی بازی می کردند و او چشمش به یک تک مرمر خورده بود و وقتی خاک را با توک پا پس زده بود دیده بود یک سنگ قبر بود کوچک و بی ادعا و متواضع و بر بریدگی بالای آن به خط خوش نسخ نوشته بود وفات مرحوم محمد رحیم ولد استاد عبدالکریم 1224 و جلال فکر کرد خط چقدر شکیل بود و میم ها و الف ها چه کشیدگی موقرانه داشتند و سال وفات را حساب کردید باید 170 سالی گذشته باشد و بر قسمت پایین سنگ نقش دو رشته تسبیح بود در حول یک مهر و جلال فکر کرد یعنی مرد متدین بود و پایین تر نقش یک خیش بود و یک بیل و میانشان یک شاخی و جلال فکر کرد یعنی مرد کشاورز بود رومان زبان پاکیزه ای داره و به قول خود هاشمی نژاد به دور از قلم فرسایی نوشته شده اما همین زبان وقتی میبینیم وقتی که قهرمان داستان جلال امین به یاد گذشته میکنه یا رویا پردازی میکنه تبدیل میشه به یک زبان فاخر و شاعرانه این تغییر نوع زبان چرا اتفاق میفته؟ این قبلش بگم که ما در رمان فیل تاریکی با الگوی سفر قهرمان رو قهرمان سفری رو آغاز میکنه با بزرگترین ترس ها و با بزرگترین مشکلات رو به میشه تا آستانه مرگ میره از آتش دوزخ میگذره و دوباره بازداده میشه و به درک جدیدی از زندگی میرسه وقتی که هاشمی نژاد میخواد به پلات بیرونی به پیرنگ بیرونی به سفر قهرمان در جهان بیرون بپردازه نصرش بسیار دقیق مشاهدگر و عینیه اما وقتی که میخواد هنگامی که میخواد به سفر درونی بپردازه یعنی سفر درونی که در روحش در روانش جلال امین طی میکنه به خاطراتش رجوع میکنه به رویاهاش باز میگرده اونجاها میبینیم که نصف شاعرانه میشه چون داره یک سفر درونی رو بیان میکنه روزبه کمالی خیلی ممنون